أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم به کشتگانی که به شدت می کشند، قسم به آنانی که با نشاط می گیرند، قسم به شناورانی که به گونه شناوری می کنند، قسم به آنانی که پیش دستی می کنند، قسم به آنهایی که کارها را به تدبیر به سر می رسانند. یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه. روزی که همه این زمین را لرزان ده بلرزاند، یعنی سور اول دمیده شود و از پای آن هم ردیف آن بیاید، یعنی سور دوم دمیده شود. قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه. در آن روز دلهایی است که در تب و تاب می باشند و چشمهایشان خیره مانده. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ایذا کنا عظاما نحره. می گویند آیا ما به آفرینش نخستین خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگر چه استخوان‌های پوسیده ای باشیم؟ قالوا تلك اذا كره خاسره. آنگاه میگویند این بازگشت در این حال بازگشت زیانبار است. فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره. بیگمان این بازگشت با آواز شدیدی صورت می گیرد، پس ناگهان همگان به میدان قیامت قرار می گیرد. هل اتاک حدیث موسی. آیا داستان موسی به تو آمده است؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس طوا یعنی تور او را فرا خواند. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است و برایش بگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی؟ و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. در این حال موسی به او معجزه بزرگ را نشان داد، ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد. سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگار برتر شمایم. همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بيگمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس آن را برابر ساخت، شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت و سپس زمین را گسترانید. والارض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوه‌ها را پایدار و استوار ساخت برای بهره‌یابی شما و چارپایان شما. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. سپس چون آن واقعه بزرگ بیاید، روزی که انسان فعالیت‌های خود را به یاد می‌آورد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می‌گردد. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود، پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت، پس بهشت جای اوست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. از تو در مورد قیامت می پرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است، یعنی واقع می شود. فیما انت من ذکراها. از یاد آن در چی مقام هستی، یعنی در زمینه چی اطلاعی داری؟ الى ربک منتهاها. نهایت علم آن به سوی پروردگار توست. انما انت منذر من یخشاها. بیگمان تو صرف بیندهنده هستی برای کسی که از آن بترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. روزی که با آن روبرو شوند، گویا ایشان میپندارند که در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکردند.